سلام ارادت، واقعا من این ماه به معنای واقعی پوستم کنده شده، سختی کشیدم و از اونجایی که قرار بود یه مقدار در مورد بحث سختی ها هم صحبت بکنیم، یه جورایی در کنار حالا اطلاعات دادن ها یه وقته یادم دوست داره که درد دلی هم بکنه، ولی در خلال این درد دل ها شاید یه تصور خوبی از یه سری مسائل دستتون بیاد، مخصوصا بعد از مهاجرت. میسم هستم، اگه تا الان عضو این کانال نشید ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر احساس کردید این ویدیو براتون ارزش افزوده ای هم داشته دکمه لایک رو بزنید، به من خیلی کمک میکنه و انگیزه میده. اما یه روز این شارژ نداره. الان امروز هم اومدم احتمالاً داره بارون میگیره، قطره‌های بارونی داره بهم میخوره. اما خب اگر در جریان ویدیوهای کانال باشید میدونید که من تقریباً 2 سالیه که اومدم کانادا و قبل از اینکه بیام حقیقتش خیلی به من فشار اومد، از این لحاظ که خب کلی کار رو به قولی بدو بدو بچفون مثلا انجام دادم برای اینکه بیام کانادا، مثلا امتحانای آیلتس که دوباره مجبور شدم بدم، GRE که مجبور شدم بدم، CFA که مجبور شدم بدم، کل پروسه مهاجرت و PR گرفتنم و خب واقعا یه مقداری خستم کرد. یعنی یکی از توصیه‌هایی که حالا بعداً در مورد قبل مهاجرت و اینکه کارهایی که آخر رو بکنید بیشتر توضیح میدم، ولی واقعا اگه بخوام یه توصیه بکنم اینه که یه ماه مونده به مهاجرتتون رو واقعا استراحت کنید، یعنی واقعا حالت نمیدونم تفریح انجام بدید. چون یه تصوری که خیلی ها دارن و اینجا ویدیو الان اینجا استارت میکنه اینه که اکثرا میگن آقا من مهاجرت کنم راحت شم یا بیام کانادا راحت شم. این رو باید در نظر بگیرید که مهاجرت تازه اول راه شماست، یعنی شما تمام تلاش هایی که تو ایران می کردید بعد از مهاجرت باید چندین برابر تلاش کنید اگر واقعا اومدید مهاجرت کنید که به یه هدفی برسید، به یه جایی برسید. اما خیلی خلاصه بخوام شروع کنم، ببینید شما هر تلاشی که تو ایران می کردید اینجا باید چند برابرش رو انجام بدید. حالا یعنی چی؟ نمیدونم در جریان هستید یا نه، این کانادین گوس یا همین قوهای کانادایی هن که رسماً میان برای دعوا، یعنی اصلا باشون کاری نداری و میان یه دفعه میزننت، اصلا انگار که داداش اینجا چیکار میکنی، کاری داری؟ با کسی کار داری داداش اینجا بایستادی؟ ببین حالا چرا مثلا میگم این سختی ها بیشتر میشه؟ شما فرض کنید مثلا اگر یه هدفی داشته باشید توی کشور خودتون باید کلی براش تلاش کنید، وقتی میاد توی کشور دیگه مثلا مثل کانادا شما علاوه بر تلاش های بیسی که باید برای هدفتون انجام بدید، مخصوصا اون اولش، یه انرژی و زمان و تلاش زیادی باید بذارید برای یه سری چیزهای فرعی. مثلا خیلی ساده، شما وقتی میاد توی کشوری باید چیزهای اولیه اون کشور یاد بگیرید. آقا من دکتر چجوری برم، اتوبوس چجوری سوارشم، حساب بانکی چجوری باز کنم، مالیات داستانش چیه. به قول یک بنده خدایی میگفت تا یه مدت بفهمید اصلا شوش و مولویش کجاست خودش طول میکشه، سخت نیست و ولی همین برای شما زمان بر خواهد بود و یه فشار عصبی روتون وارد میکنه که داره انرژی و زمانتون رو که باید بذاره روی هدفهای اصلیتون میگیره و برای چیزهای جانبی که باید از اول از صفر یاد بگیر، مثلا رانندگی کردن اینجا چجوریه. حالا علاوه بر اون، تازه شما وقتی میاد اینجا باید با یه سری آدم که تو اون کشور بزرگ شدن رقابت کنید. ببین نمیگم رقابت سختیه، ولی شما باید بیشتر انرژی بذارید. چرا؟ چون یه سری چیزها رو اونا از بچگیشون اینجا بودن بلدن، یاد گرفتن. اولیش اینه که زبان، توی همون مورد قبلی هم گفتم چیزای بیسیک، شما اگر زبان رو خوب بلد باشید میتونید سریع اونا رو انجام بدید، وگرنه همون چیزای بیسیک، بانک رفتنه، همون مثلا کارهای ریز میشه براتون کابوس. من دیدم کسایی که مثلا میخوان برن بانک فقط میرن اون بانکی که یه مثلا تلر ایرانی باشه که بتونن باهاش صحبت بکنن. حالا همه اینا رو دارم میگم میرسم و به اینکه چرا این ماه سختی بوده و توضیح میدم که چه فشارهایی به من اومد. حالا توی این مرحله که شما میخواید با خود مثلا کانادایی ها رقابت کنید، مثلا یه مثال میذارم، من میشستم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، یه دفعه صحبت می‌کردم، فرض کنید تو ایران مثلا من سازمان بورس بودم، بچه‌ها صحبت می‌کردن، یه دفعه گفتم آقا زنگنه اینو گفته، مثلا رئیس بانک مرکزی اسمش رو میگفتن اینو گفته، من دیگه خب فکر نمی‌کردم درباره کی دارن صحبت می‌کنن، میدونستم چون تو محیط بودم، توی بازار اونجا بودم، کف بازار اونجا بودم. ولی اینجا مثلا یه دفعه گفتن هارپر، من گفتم هارپر کیه، مثلا یه دفعه یه سری اسما رو میبرن شما میگین کیه،
اصطلاحاتی رو به کار میارن، میگی اصلا درباره چی دارن صحبت میکنن. اینا خودش بار و فشار میاره و تلاش مضاعف میخواد که شما بیاید و به اینا برسید. امیدوارم حالا اینجا باد زیاده اذیت نکنه، بذارم من فیلمامو بگیرم. همیشه دوست داشتم بیام بشینم اینجا تیک فیلم بگیرم. اینجا رو بعدا نشونتون میدم، ببینید چقدر اتاوا زیبایی زیادی داره در مقایسه با تورنتو. ولی خب حالا فشاری که به من خیلی اومد این ما این بودش که مثلا خب به هر حال من درسم اومدم اینجا خوندم و خوندن یه ارشد دیگه برای من خب نمیتونم بگم نه سخت و نه آسون، ولی راحت نبود. و در کنار اون من خب آخرای ارشد خب خیلی از من انرژی گرفت، بخاطر اینکه تمام پایان نامه نوشتن اینجا کاملا جدی بود و من خیلی براش وقت گذاشتم و در نهایت دنبال کار گشتن اینجا یه وقتایی واقعا منو اذیت میکرد، یه وقتایی واقعا ناامید میشدم و خیلی اذیت کننده بود اون پروسه‌ای که آخرش آدم نمیدونه بالاخره میتونه اون کاری که دوست داره رو پیدا بکنه. و وقتی با خیلیایی که کار مورد علاقه‌اش رو پیدا کردن صحبت میکنید میبینید که خیلی تو این پروسه اذیت شدن. جدای از اون من وقتی که کارو پیدا کردم یه امتحان CFA داشتم که مدرک مالی معتبر دنیاست و به قولی با کلاس‌ترین مدرک مالی دنیاست، که حالا لول 1ش رو تو ایران خونده بودم و اینجا می‌خواستم لول 2ش رو بگیرم. و وقتی کارو پیدا کردم دیگه کم کم داشت، یک سال خورده‌ای بود داشتم براش تلاش می‌کردم، یعنی واقعاً فکر می‌کنم در حد کنکور برای من سخت بود و بهم فشار آورد. و وقتی کارو پیدا کردم واقعاً داشتم فکر می‌کردم که ولش کن دیگه، من واقعاً دیگه نمی‌کشم، دیگه انرژیم نمی‌کشه. خیلی شبا من واقعاً با چش درد نمال تو اینستاگرام اگر دیده بودید، واقعاً من شبا با چش درد می‌خوابیدم. و ولی واقعاً تنها چیزی که باعث شد، یعنی چه تو ایران چه تو اینجا، باعث شد که ادامه بدم، که حالا یه بار خیلی قشنگ دربارش توضیح سعی میکنم بدم، این بود که خیلی جا میشستم فکر میکردم که من برای چی دارم این کارو میکنم. و چون قبلش هدف تعیین کرده بودم، چون وقت قبلش زمان تعیین کرده بودم، میدونستم که به این دلایله که دارم این تلاش رو میکنم، واقعاً همون باعث شد که ادامه بدم. و حالا خنده‌دار میشه ویدیو رو تموم کنم برام ببینم صدا افتضاحه. نه امیدوارم که خوب باشه، دستم هم اینجوری گرفتم. ولی واقعا اینجوری بود که مثلا من تو یک ماه گذشته خیلی کم بوده خواب پیدا کردم و 6 صبح خواب بیدار میشدم و تا 8 که سر کارم شروع بشه درس میخوندم برای این CFA. و میگم یک سال خورده‌ای بود که ما برای این CFA داشتیم میخوندیم، دو بار کنسل شد، همین پروسه رو یه مقدار فرسایشی هم کرده بود. بعد 8 کارم شروع میشد، بعد چون ماهای اول کارم هم بود باید وقت بیشتر میذاشتم، باید خودم رو اثبات میکردم. و هر حال وقتی بخواید نشون بدید که اونا انتخاب درستی کردن، که شما رو انتخاب کردن برای همچین پوزیشنی، باید بیشتر وقت بذارید. پروسه یادگیری پروسه یکی که ازتون انرژی هم میگیره، اولش میخواد یاد بگیرید، هر روز سر کارتون انرژی بره. بعد مثلا ساعت 5 اینا که کارم تموم میشد تازه شروع میکردم دوباره برای CFA خوندن تا مثلا 10-11-12. و اگه درگیر آیلتس باشید، اگه درگیر کنکور باشید، قشنگ میفهمید چی میگم، چقدر سخته که بخوای هم سر کار بری هم مثلا درس بخونی، اونم مثلا یه سی مثل کنکور رو، بعد کاری که تازه پیدا کرده باشید. بعد خب حالا کنارش مثلا یوتیوب و اینا هم بود. واقعا میگم واقعا خیلی به من سخت گذشت. ولی تنها حتی میگم به رئیسم گفتم شاید واقعا نخوام امتحانو بدم، ولی واقعا فکر کردم دیدم من این همه مسیر رو اومدم، این همه تلاش کردم، واقعا میخوام که این امتحانو بدم. یعنی واقعا همه جوره دوست داشتم که این امتحانو بدم. و وقتی بدونید هدفتون چیه، خیلی جالب بود. یه شب نشسته بودم داشتم فکر میکردم که آقا بیخیالشم دیگه، حالا مگه چی میشه. بعد یه دفعه برگشتم به همون فایلی که 2-3 سال پیش تهیه کرده بودم. من تمام اهداف مهاجرتی که توی 3 سال پیش نشسته بودم برای خودم نوشته بودم، که حالا اینم بعدا توضیح میدم که چی جوری بشین اصلا هدف در بیارید. نگاه کردم به اون فایل، دیدم که نمیتونم ازش بگذرم واقعا، چون اون موقع کلی برنامه‌ریزی کردم، کلی رو این حساب کردم، خیلی برام سخت بود که بخوام ازش بگذرم. و به خاطر همین ادامه دادم و در نهایت همین هفته پیش این امتحانم دادم. و بعد از 3 سال، شاید باورتون نشه، ولی بعد از 3 سال تمام هدفایی که من روی کاغذ نوشته بودم و تعیین کرده بودم برای مهاجرتم همش انجام شد. ولی بدونید که هر کسی یه جای این سختی ها رو میکشه واقعا. و واقعا میگم من تو 2-3 هفته گذشته قبل امتحان
شاید یه بسته مثلا ژلوفن تموم کردم، چون واقعا چشام دیگه نمیدید، به مانیتور نگاه میکردم، باید این تستا رو میزدم و یه جایی مجبور شدم مثلا ژلوفن بخورم که سردردم و چش دردم کم بشه، چون من چشام هم مثلا چند سال پیش عمل کردم، لازیک کردم، چشام درد میگیره وقتی خیلی زیاد به مانیتور اینا نگاه کنم، میزنه به سرم. و واقعا مثلا یه بسته ژلوفن میخوردم که مثلا توی بازه دو هفته، ولی الان که بهش نگاه میکنم تموم شد. الان خوشحال و شاد خندم، واقعا جدی میگم امیدوارم این حس رو بهش برسید که من بعد از 3 سال دغدغه‌ای ندارم، واقعا دغدغه‌ای ندارم. یعنی اون روز داشتم نگاه میکردم، دوستم میگفت به چی فکر میکنیم، گفتم باور نمیشه، به هیچی. یعنی دارم لذت میبرم، دارم از طبیعت لذت میبرم، هیچ دغدغه‌ای تو ذهنم نیست. میدونم الان شاید بگه ای بابا خوشی زده زیر دلش، نه واقعا خیلی شب و روزایی بودش که من واقعا خوابم نمیبرد، حالا در مورد داستانهای ایران خیلی دوست دارم بهتون بگم که مثلا یکی از چیزهایی که خیلی از بچه ها از میگن این چند وقته اینه که مثلا ناامیدی همه جا رو گرفته، مثلا چه میدونم انرژی نداریم، انگیزه نداریم. اوه من خدای این چیزا بودم، یعنی بهتون نگم اینجا میگم اون دیگه قسمت درد دل شد، ولی حالا یکی دو تا داستان دارم تو ایران که اصلا چه شبایی میشستم گریه میکردم که چه بلایی سر من اومد. و این که نمیخوام بگم که آی موفقیت این است موفقیت آن است، میخوام توی اونجا حداقل بهتون بگم که وقتی ناامید میشدم حداقل چی کار میکردم و چه بلایی سرم میومد و من چجوری سعی میکردم با این ناامیدی مقابله کنم. توی این ویدیو فقط میخواستم بهتون بگم که بعد مهاجرت یک سختی ها تموم نمیشه، اصلا هیچ وقت سختی ها تموم نمیشه، شما آدم قوی تری میشید، دو اگر بدونید چرا برای چی دارید سختی میکشید، تکلیفتون مشخص باشه و بدونید که واقعا برای چی دارید برای سر چیزی تلاش میکنید، هدف داشته باشید، نمیذارید ازش بگذارید. واقعا میگم من یه ماه پیش مثلا گفتم آقا بیخیال شم، بعد رفتم نه نمیتونم بیخیال شم، چی بیخیال شم، من هدف تعیین کردم. بعد سه تو این مسیر سعی کنید با آدمای همفکر، مثلا من خانواده‌ام میشستم باهاشون صحبت میکردم بهم انرژی میدادن، کسایی که خارج از ایران بودن چه داخل چه خارج، یه سری افرادی هستن که فکر خوبی دارن بهتون انرژی میدن، از اینا استفاده کنید. و فقط خواهش میکنم اگر یه هدفی دارید حداقل سعی کنید اسمارتش کنید و سعی کنید ببینید که منطقی چجوری میتونید بهش برسید و یه برنامه‌ریزی براش بکنید. راه هر کسی متفاوته، ولی همه ماها در نهایت میتونیم تا یه حدی به اون چیزی که ایدئال ذهنمون هست تا یه حدی برسیم. خیلی دیگه فلسفی شدش، امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. این ویدیو امیدوارم یه ذره مثلا باد شد بگیرم میکروفون، امیدوارم یه مقدار تونسته باشه مثلا یه حس بهتری بهتون بده. و این که من واقعا بعد از 3 سال الان احساس راحتی میکنم و بارون گرفته و داره منو سرویس میکنه و باشه، یعنی منو داره مورد نقد قرار میده و اینجا هم بهتون نشون بدم. آخه با آرامش همه لبه نشستم تو شد. امیدوارم ویدیو رو لایک کرده باشید، اگر سوالی داشتید حتما کامنت بذارید. سی یو این دی نکست وان، به امید موفقیت. زن فکر کنم دیگه پویسنش کنه خطرم شد چون گذاشتم اینجا برای عکس گرفتن، شاید بیفته اینجا بدبخ شده.